به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، قاچاقچیان، عمامداران بی عمامگان، ریشداران بی ریشان، کلاهداران سپاهی، وف و کلیهاش، استادان دانشگاهش، کسانی که استخون میخورند و دم تکون میدند استخون دزدان رو، کسانی که دنبال حکومت دینی هستند، حکومت دینی دزدان، دزدان از اکبر و رهبر گرفته تا شیخ جغله، حشت الاسلام و آیت الله و عظما و صغرا و کبرا، یقه حسنی و نماینده در طبیله های خبرگان و تشخیص و شورا، کارگزاران قضاییه و مغننه و مجریه که در یک صفت با هم مشترکند، صفت دزدی. الله به اینها اجازه دزدی داده و اینها با اجازه الله می دزدند، چون الله از خونریزی و دزدی خوشش میاد. من نمیگم، کتاب قرآن میگه، سوره هشتم، سوره انفال، به طور وضوح میگه، جاهای دیگه‌ش هم به طور که من شما بفهمیم میگه، میگه شما بیاید پایه‌های اسلام نیو به محمدی رو قرص بکنید، بر مبنای اسلام ناب محمدی بدزدید. چون من در ازل این کتاب رو نوشته بودم، قبل از اینکه هیچ اتفاقی بیفته تو لوح محفوظ بود، صبر کردم تا محمد ابن عبدالله به دنیا آمد، بعد کتاب رو دادم بهش، بعد عثمان چاپش کرد یا جمعش کرد یا نوشتاری کرد. کاری به این کارها ما نمیتونیم داشته باشیم. امیدوارم تلفنمو یه جا گذاشته باشم که زنگ شماها رو اذیت نکنه، چون گوشیمو الان فهمیدم که باید بردارم، انقدر بعضم به هم ریخته است که حساب نداره. این اللهی که در اون طبقات بالای آسمون، یوری گاگارین یکشونی دیده بود، چون یوری گاگارین بی خداست، وقتی رفت بره ماه دید یه گوشه یه الله هستش رو تخت نشسته، ملائکه ها دارن تختشو نگه میدارن، گزارش هم داد، هرچی آخونده کفن کنم اگه دروغ بگم. این الله آسمونیه، میگه بخورید، بچاپید، مصادره کنید، مال مردم رو بگیرید، هر غلطی دلتون میخواد بکنید، اسلام به ایزش ترک بر نداره. الله میگه، میگی نه، از علی خامنه‌ای بپرس، علی شیره‌ای، از هر آخوندی دلت میخواد بپرس. الله گفته همه دنیا ترکید که ترکید به جهنم، بیزه اسلام نترکه. الله زیرزمینی چی میگه؟ 1200 سال پیش کردنش لای خیک روغن، اونجا رشد کرد، روغنها رو خورد، 1200 سال زیر زمین داره زندگی میکنه. حالا مهدی موعود مثلا مال عیسویت
آسمون پیش خداست. حالا کجای آسمون من نمیدونم، ولی خود اونا میدونن، من خبر ندارم. من هرچی شنیدم بهتون میگم. ماشیه مال یهودیت، یه عده میگن اومده رفتن عیسوی شدن، یه عده میگن نیومده هنوز موندن که بیاد، یه عده هم اصلا این حرفا رو قبول ندارن. تو رفرمیستای یهودیت که میرین انقدر آدمای با شعور و فهمیده هستن، میگن آقا اینا به مال اون زمان بود، خیلی خوب، ما گرفتاری نداریم باش، همش خوب بود، به ما چه؟ ما که دیگه یه قوم نیستیم که. ما تو آرژانتین هستیم، توی هندوستان هم هستیم، تو چین هم هستیم، این که یه قوم نمیشه که. توی ایران اسم یه یهودی میشه پرویز، توی روسیه میشه یوری، اینجا تو امریکا یهودی ها رو با اسم دیگه نمیشه شناخت، احتیاجی هم نیست بشناسید. ولی خب بعضی ها چسبیدن. چرا؟ درآمد داره، درآمد خالص داره. یه کارگر بدبخت که جم میکنه از صبح تا شب یا شب تا صبح کار میکنه، اول همه تاکسیشو باید بده، اول همه سهم دولتو بده. آخوند که بشی به دولت هم سهم نمیدی، همه چی معافه. تو بزرگترین کشور دنیا زندگی کن، آخوند باش، معافیت مالیاتی داری. خب من کار بدیه کسی دنبالش نره. حالا مال ما یه الله درست کرده رو هوا، یه الله درست کرده زیر زمین، اینا انواع اقسام الله درست کردن، منتها اسماش فرق میکنه، منتها قانون تو سرشون میزنه اگه بخوان زیادتر از کپونشون حرف بزنن. اما ما فهمیدگان، روشنفکران، مصدقی ها، جبهه ملی ها، نهضت آزادی ها، نویسندگان مبرز، توده ای ها، کپی ها، راستی ها، همه جمع شدیم یه مرتبه دیدیم الله یه دونه تاپاله از ماه واسه ما انداخت پایین، هممون رفتیم زیر اون تاپاله، 30 سال این تاپاله رو سرمونه. تا هم بهشون بگی بر میخوره بهشون، تقصیر شاه بود. بله هنوزم که هنوزه ول نمی کنه ها، هنوزم دستوراتشو میده، اینه بگو اونو بگو، هنوزم اون اسلامیاشون فاحشه هاشون رو میفرستن به من فوش بدن، هم فاحشه زن دارن هم فاحشه مرد دارن. اون یکی ها که اینا رو آوردن مدتی هم همکاری کردن، مجاهدین خلق، با روسری میخوان برگردن ایران. تا وقتی ما نفهمیم همین آشه همین کاسه، همه تونم سیاسی هستید. من نمیفهمم سیاستو، من فقط فهم رو میفهمم، خوندن رو میفهمم، شعور رو میفهمم. بوت هم ندارم، همه دنیام که با هم بد بشه حرفم رو میزنم. طرفدار هیچ سازمان و نهضتی هم نیستم. گاهی اوقات خبر رسونی میکنم، اونم بی خود میکنم، باید برم سراغ کارم. من یک کلمه میگم، بخونید. وقتی بخونی میفهمی که آخونده وقتی رفت تایچا هرچی اونجا بود خورد اومد بیرون، به تو نمیتونه بگه این کاغذ امام زمونه. یا میخوای قبول کن یا نمیخوای قبول نکن، اختیار با شماست. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی،
هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. من بابت حرفایی که امروز میخوام به شما بزنم میخوام از حافظ کمک بگیرم. گر بود عمر به میخانه روم بار دگر، به جز از خدمت رندان نکنم کار دگر. خرم آن روز که با دیده گریان بروم، تا زنم آب در میکده یک بار دگر. معرفت نیست در این قوم، معرفت نیست در این قوم، خدایا سببی تا برم گوهر خود را به خریدار دگر. یار اگر رفت و حق صحبت دیرین نشناخت، حاش لله که روم من ز پی یار دگر. گر مساعد شودم دایره چرخ کبود، هم به دست آورمش باز به پرگار دگر. عافیت می طلبد خاطرم ار بگذارند غمزه شوخش و آن طره طرار دگر. راز سربسته ما بین که به دستان گفتند، هر زمان با دف و نی بر سر بازار دگر. هر دم از درد بنالم که فلک هر ساعت کندم قصد دل ریش به آزار دگر. باز گویم نه در این واقعه حافظ تنهاست، غرقه گشتند در این بادیه بسیار دگر. علت انتخاب این غزل از حافظ درد دلی است که امروز میخوام با شما بکنم. هفته‌ای که گذشت هفته بسیار سختی بود برای من و کسانی که به من تلفن کردند شاهدند که یک تلفنم پر بود، نتونسته بودم خالیش بکنم، یا اینکه جواب نمیتونستم بدم چون اکثر روزها در بیمارستان بودم. ضمن همه این کارا حتی یک روز برنامه‌مو نذاشتم لنگ بشه و مورد سرزنش نزدیکانم قرار گرفتم که تو زندگی تو، جون تو داری تو این راه فدا میکنی، آخر ماه هم که میشه میری اینقدر پول قرض میکنی از بانک، میای و بدهیای برنامه‌ای که تو میذاری میدی، مال کیو داری این کار رو میکنی؟ اگر فردا تو بمیری این بدهی ها رو کی میده؟ دیدم راست میگن. گفتم من وظیفه دارم به مردم حرف های رو بزنم. گفتن این وظیفه رو کی به تو محول کرده؟ گفتم خودم. گفتن وقتی حرفای تو بین مردم خریدار نداره تو چه چیزی میری هی هر روز میای و این کارا رو میکنی؟ گفتم شما از کجا میدونید خریدار نداره؟ گفتند هفته پیش، ماه پیش سایت تو رو چند نفر نگاه کردند. آماری که به من داده بودن 86,000 نفر بود. گفتم 86,000 نفر. گفتن اگر این 86,000 نفر نفری 10 سنت به تو میدادن هر دفعه که نگاه میکردند،
تو الان بازم باید میرفتی قرض کنی؟ گفتم نه. گفتن خب پس بیا پولیش کن. گفتم نمیتونم این کار رو بکنم، برای اینکه اون دانشجو، اون کسی که تو ایرانه، اون کسی که فرض کنید توی کشور شرقی داره با بدبختی داره زندگی میکنه، این حرفا رو باید بشنوه. شاید 10 سنت هم نداشته باشه به من بده و من نمیتونم این کار رو بکنم. جنگ و جدل زیادی داشتیم و به اولتیماتوم رسیدیم. من پول سایتام رو تقریبا تا 4 ماه دیگه دادم و قرار گذاشتم که اگر تا اون موقع همین وضع ادامه داشت، تنها کاری که میکنم اگر دیدم که راه دیگه نیست، مزاحم شما نباشم، همین دیویدی هایی که دارم پخش کنم، هر کسی دلش میخواد بذاره، هر کسی هر کاری میخواد بکنه بکنه و مخارجی رو که من بایستی از سر، چون الان همه جا گرفتاریه، من میدونم همه گرفتاری دارن، این چیزی که باید از سرمایه من هی قرض کنم و بپردازم، دیگه این کار رو نکنم. اگر به خودم بود میکردم، ولی مسائلی هست که خب آدم جواب زندگیشم باید بده و جلوی حرف حساب باید آدم سرشو کج بکنه. میبینید که 2-3 هفته است من اصلا دیگه صحبت نمیم کتاب فروشی و این حرفا نمی کنم. بعد از تمام این حرفا دیروز یک شخصی به من تلفن کرد و گفت آقای فاضلی از ایران حواله کردن $600 من به شما بدم. چون من همه حرفم با نزدیکانم این بود که من این کار رو برای کسانی که تو ایران هستند میکنم و میدونید که اینجا روزی 2-3 تا تلفن هست که اولین حرفی که اینا از دهنشون در میاد من قطع میکنم، پیغام میذارن، اینا آلت تناسلیشون رو میارن تو دهنشون، حالا چجوری میارن من نمیدونم، اینا به کنار. کسانی که در قالب دوستی میان دستورات مختلفی میدن، مثلا یا آقایی به اسم میم اعتمادی که جرأت نداره اسمش رو بنویسه، فقط میم اعتمادی از درغوزآباد نامه سرگشادهی برای من نوشته 30 صفحه 20 صفحه، توقع هم داره من بشینم و این لاتائلات رو بخونم. از دید خودش برداشته، هرچی من 1 صفحه خوندم دیدم بعدم تقاضای جواب میکنه. یه آقای جوون فرض کن 18 ساله ملکه استر کیه، روی ایمیل به من جواب بده. نمیدونم خدا چرا با یعقوب کشتی گرفت، روی ایمیل به من جواب بده. مگه شماها از من چیزی طلب کارید؟ مگه خودتون بلد نیستید برید کتاب بخونید؟ همه این کتابا وجود داره. آخه چقدر پخت خوری؟ من که اینجا نشستم، من که اون یارو حجت الاسلام نمیرم امام گندهه که میشینه استفسار میکنه 15 تا منشی داره، بعدم تو تا پول دادی جواب اونا رو نمیده. من کی به تو گفتم تو خدا رو ول کن؟
بچس خدا رو تو. اون چیزیشو بگی پاچهشو بگیر تکون نخوره. مگه من اومدم سراغ تو گفتم خدا رو ول کن؟ با حرف من مخالفی؟ همین کاری که من میکنم، برو یه تلویزیون اجاره کن، یه ساعت بشین حرف بزن، بگو فاضلی به این دلایل یا بدون دلیل مزخرف میگه. نامه سرمگه وقت زیادی دارم بشینم 20 صفحه نامه مزخرف تو رو بخونم آقای سرگشاده؟ نیم اعتمادی از کجا؟ حرفایی میدونی؟ یهو یه بچه 15 ساله میاد برای من دلایل میاره. خب تو برو خدا، تو چی کار داری به من؟ خدا مال تو، خدا و یهوه و پدر آسمانی همش مال تو. مگه من گفتم ولش کن؟ آخه این خدایی که با دو کلام حرف من یهو پشت رو بشه به درد نمیخوره. باید قرص محکم بشینه سر جاش، اگرم لشکرش تویی که وای به حال اون خدا. نمیدونم چی میخوان از خودشون، چی میخوان از من، چی میخوان. چرا فکر میکنن خدا اینقدر بدبخت و بیچاره است که یه آدم بیسواد بیاد ازش حمایت کنه؟ بذار خودش از خودش حمایت کنه. من که با خدا دعوا نداشتم، من نوشته های خدا را برای تو میخونم. با این خدا تو طرفی؟ آها آه. آیه 42، 42 رو پر روز براتون خوندم که وقتی را یادآوری کن، شما در طرف نزدیکتر یعنی مدینه بودید، آنها در طرف دورتر از مدینه و کاروان مکه پایینتر از شما بود. این قرآن دارم میخونم و فکر نکنی دلی دلی دارم میکنم. این همونیست که سر میگیری. وقتی را یادآوری کن که شما در طرف نزدیکتر بودید و آنها در طرف دورتر از مدینه و کاروان مکه پایین‌تر از شما بود. اگر قرار می‌گذاشتید در آن طرف اختلاف پیدا می‌کردید، ولی خدا می‌خواست کاری که شدنی بود انجام شود تا هلاک شدن آنها از روی دلیل و زنده ماندنشان از روی دلیل باشد، چون خدا شنوای داناست. سر تقسیم اموال داره این حرفا رو میزنه. آیه 43 سوره انفال، وقتی را یادآوری کن که خدا عده آنها را در خواب به شما کم نشون داد، کلک زد بهتون. خدا مکاره، کلک میزنه. اگر تعداد آنها را به شما زیاد نشان داده بود در کار سست میشدید و حتما در مورد کاری که صورت گرفت دچار اختلاف نظر می شدید، ولی خدا شما را از اختلاف برکنار داشت، چون او به افکاری که در سینه هاست داناست. آیه 43 بود از سوره انفال، یعنی اموال غارت شده. آیه 44، و وقتی در زمان برخورد با آنها آنها را در چشم شما کم نشان داد، چشاتون رو باباغوری کرد اونا رو کم ببینی، و شما را هم در چشم آنها کم نشان داد تا خدا کاری را که شدنی بود انجام دهد، بازگشت کارها به سوی خداست. آیه 45، ای افراد با ایمان، خوب گوش کنید، ای افراد با ایمان، وقتی با گروهی برخورد داشتید ثابت قدم باشید و خدا را زیاد یاد کنید تا موفق شوید. موفق شدن یعنی گردنشون رو بزنید. در آیه 46 تأکید همین حرف، و از خدا و رسولش اطاعت کنید.
و با هم کشمکش نداشته باشید، چون سوس می شوید و قدرتتان از بین می رود. سر مال قارتی با هم نجنگید. استقامت داشته باشید، چون خدا با افراد با استقامت است. و آیه 47 می فرماید مثل کسی نباشید که با سرمستی و خودنمایی از سرزمین خود بیرون رفتند تا مردم را از راه خدا باز دارند، در صورتی که خدا به کارهایی که می کند احاطه دارد. ۴۹ هم براتون می خونم. آیه 49 از سوره انفال: وقتی که شیطان کارهای آنها را برایشان زینت داد و گفت امروز هیچ دسته ای از مردم بر شما غلبه نمی کنند. شیطان رفته به ابو سفیان گفته هیچ دسته ای از مردم به شما غلبه نمی کند. شیطان مال کیه؟ شیطان هم مخلوق خداست، خود خدا می فرسته شونجا. و من شما را پناه می دهم. ولی وقتی دو سپاه به هم رسیدن، عقب گرد کرد و گفت من از شما بیزارم. میگی نه، برو از خود شیطان بپرس، این حرف اللهه. من چیزی که شما نمی بینید می بینم، من از خدا می ترسم، مجازات خدا شدید است. آیه 48 بود. شیطان جر زد. من چون همه چیزها رو میام با شما در میون میذارم و اصولا فکر میکنم این برنامه رو که اجرا میکنم برای شماست، میخواید خوشتون بیاد، میخواد بدتون بیاد، حقیقت خیلی وقتا تلخه. من اگر این وضع ادامه پیدا کنه قادر به انجام این کار نیستم، چون تنها منبع من این بود که کردیتی داشتم تو بانک، هر وقت کم می آوردم می رفتم قرض می کردم و می ذاشتم روی این کار. الان گرفتاری پیدا کردم، همه چیزو تا اینجا به هم زدم، به قول زن بچم جونم هم دارم می ذارم روی این کار و میگن که اگر مردی با مقداری قرض اینجا باقی گذاشتی یا ما باید بگیم به ما مربوط نیست، برید از خود مرده بگیرید، یا باید اسم تو رو سلامت نگه داریم، نمیتونیم این کار رو بکنیم. از این واضح‌تر نمیتونم باهاتون صحبت کنم. یا کمک میکنید این برنامه ادامه پیدا کنه، یا اینکه من دست زوری با کسی ندارم، کاسبی نمی کنم، چیزی گیرم نمیاد، با هر وسیله هست خودم رو قرص میکنم، میام اینجا میشینم با شما حرف میزنم. از دوستانی که از ایران، یه نفر این خبرها روز پنجشنبه دیروز به من رسید، یه نفر $50 فرستاده توسط یه خانومی به من تلفن شد گفت برات میفرستم بیاد، یه نفر $600 توسط یه آقایی به من تلفن شد گفت $600 برات میفرستم بیاد. یه نشونی هم داده بود اون بانویی که از ایران فرستاده بود، اون اسمی که گفته بود یادم رفته، نمیم دوستدار شما یه چیزیه. به هر صورت دوست عزیزی که از ایران، چون کسی دیگه ای نیست، فقط شما یکی هستی، بسیار سپاسگزارم. کسانی که حتی از ایران میتونن توسط بستگانشون اینجا کمک کنن، یه کاری بکنید این برنامه لنگ نشه. اگرم لنگ شد که دیگه یعنی خواستار نداشته. ایمیل بسیار جالبی امروز به دستم رسیده بود، حیفم اومد با شما در میون نذارم. برای عید نوروز کتاب هدیه بدید، فروهر گردن هدیه بدید، دستبند فروهر هدیه بدید، سنجاق شیر و خورشید هدیه بدید. از این سنجاقهای فروهر هستش، هدیه بدید، قیمتش هم ارزونه، حدود $10.
که همین به سینه میزنن فربهره. اگر دلتون خواست، اگرم دلتون نخواست، هر کاری دلتون خواست بکنید. با درود و خسته نباشید خدمت رضا فاضلی عزیزم. علی هستم از ایران. برنامه های شما از وقتی که با کانال یک آمدید دنبال میکنم. نمیدانم چه بگویم، واقعا سخت است. به سفارش شما قرآن را به فارسی خواندم. البته نه همش رو، چون از خواندن تعجب کردم. قرآنی که ما در شبهای قدر به سر می گرفتیم، این چیزهای عجیب و غریب داخلش نوشته شده باشه. واقعا به عقل و شعور خودم شک کردم که چنین کتابی را روی سرم می گرفتم. داشتم فکر میکردم اصلا دین چیست؟ چرا دین به وجود آمده؟ اگر دین نبود چه اتفاقی میافتاد؟ دین را به ما تحمیل کردن. واقعا اگر خواسته باشم دین را کنار بگذارم، برای من بسیار سخت است، چون ترس موجود است. به قول اون هموطن، من فکر میکنم اگر دین نبود انسان وحشی میشد. چاره چیست؟ اگر قانونی وجود داشته باشد انسان دیگر نیاز به دین ندارد، اگر از قانون اطاعت کند. من فکر کردم قرآن کتاب کاملی است که هر چیزی بشر نیاز دارد در آن نوشته شده. دیدم نه بابا، همش چیزهای عجیب و غریب و غیر قابل باور نوشته شده. در مورد چهارشنبه سوری خود شک دارم، چون میترسم برنامه خود رژیم برای کشتن آدمها مثل سال 67 باشه. یکی میگفت این رژیم مثل یک چاه میمونه که پر از ماره، اگه بی سر صدا بری تای چاه و برگردی کاریت ندارن، اگه سر صدا کنی نیشت میزنن. حالا این رژیم همین کار رو میکنه، گاهی وقتا یه سنگ میندازه ببینه چه کسی سرشو بیرون میاره که گردنشو بزنه. برنامه های شما رو دوست دارم، چون منو به تفکر تشویق میکنه. واقعا کتاب خواندن سخت است واسه ما ایرانی ها. به قول اون هموطن، واقعا برنامه شما ما را مجبور به کتاب خواندن می کند. من یه مشکلی دارم، وقتی یه کاری برای کسی انجام میدم سریع کارش را میفته. وقتی کاری برای خودم انجام میخوام بدم با مشکل روبرو میشوم و با دردسر و علافی حل میشود. نمیدانم چیکار کنم. به امید آزادی، من همه یه نامه این هموطن رو خوندم. جوانی که 3-4 ماهه با من آشنا شده، به همون سبکی که میگه از زمانی که من به تلویزیون کانال یک اومدم، در مورد قرآن و دین هرچی گفته درست میگه، اون ترس رو درست میگه، اون خلع رو درست میگه. در مورد چهارشنبه سوری من نمیدونم. یه عده‌ای میگن باید حرکت کرد، یه عده‌ای مثل ایشون میگن ممکنه کار رژیم باشه. من نمیدونم. من حیفم اومد این خبرها رو براتون نخونم. آخر چیز نوشته، آخر نامش نوشته به امید آزادی. این شعاره. آزادی بها داره. آزادی قرص نیست، پماد نیست، شربت نیست. ما آزادی رو بی خودی از دست دادیم و با خودی باید به دست بیاریم. هزینه داره. اگر شما همتون بشینید یه نفر دیگه برای آزادی هزینه کنه، این انتخاب شماست. من به شما نمیگم چهارشنبه سوری برید، به شما نمیگم نرید. این آقایون بر من یه ایمیل فرستادن، اعلامیه است. میگه برنامه شما را گوش کردم، بسیار سپاسگزارم. من اینا رو نمیشناسم، اونا منو میشناسن. شما به همین شکل هرچه صلاح میدانید بگویید. من عین نوشته های اینا رو بر شما میخونم. این نوشتی که این اعلامیه رو برای مردم بخوانید. این بالاش یه چیزی هست که برای من نوشته که میگه که محل رو
شما میتونید برید روی چیز روی گوگل و روی نقشه تهران پیدا کنید. احتیاجی ندارم من نمیخوام برم اونجا. اون کسانی که میخوان برن باید برن ببینن چه خبره. برای پیدا کردن محل شمال میدان فوزیه یا امام حسین فعلی، خیابان مدنی یا نظام آباد را بروید تا سبلان محل را پیدا میکنید. به شرکت کنندگان، احتمال مسدود کردن مسیرها و مترو می باشد، سعی کنند 30 دقیقه زودتر به نزدیکی محل خود را برسانند و در اطراف و مراکز خرید خود را سرگرم کنند و حرکت خود را به شکلی تنظیم کنند که دقیقاً سر ساعت 5 غروب همه با هم به محل برسند. یعنی اون نیم ساعتی که شما زودتر اونجایین، خودتون میتونین بررسی کنین که اوضاع احوال از چه قراره. من به اون آقام حق میدم که شک داشته باشه. حکومت دینی شما رو همه رو از خودتون میترسونه. از جا ببینید، ما چون فرهنگ نداریم، جاسوسی بهترین کاری است که میکنیم. از زمان داریوش بوده تا الانم هست. هنر جاسوسی نزد ایرانیان است و بس، به ضرر خودشون، به ضرر مملکتشون که 2000 پول تو جیبشون بره. یا یه باریکلا بشنوند. اینایی هم که بیرونن همینجورن. من اینو تموم میکنم، بعد راجع به این موضوع باهاتون صحبت میکنم. به شکلی تنظیم کنند که دقیقاً سر ساعت 5 غروب همه با هم به محل برسند. در برنامه قبل گفته بودم سر ساعت 5 هجوم بیاورند به سمت محل، ولی شما اشتباهاً گفتید هجوم بیاورند به مردم. لطفاً اصلاح کنید. این اعلامیه رو دارم میخونم. این موضوع که دقیقاً سر ساعت 5 به محل برسند مانع از دستگیر شدن آنها می شود. اگر کسی دوست داشت پوشش برای صورت خود بیاورد ولی استفاده نکند، اما ما قرار است اینها را سرنگون کنیم و دیگر ترس از شناسایی نباید باشد. اگر مایل به سرنگونی حکومت هستید، هر کسی که صدای ما را می شنود باید به 20 نفر اطلاع رسانی کند و هر تعداد می تواند افراد بیشتری همراه بیاورد. بعضی ها می گویند در شهر آنها هم محلی را اعلام کنیم که آنها تظاهرات را بیندازند. در جواب، ما اصلا تظاهر یا تظاهرات نمی کنیم. ما در آن محل جمع می شویم، سازماندهی می کنیم، با برنامه جلو می رویم تا زمانی که بتوانیم گلوی حکومت را ببینیم و آن وقت مثل خنجر در گلویش فرو می رویم. همه شهرستانی ها که می خواهند در این اقدام مشارکت کنند به تهران بیایند. کسانی که به تهران بیایند و مایل به انجام کاری هستند، به فرمانداری یا کسانی که به تهران نمی آیند و مایل به انجام کاری هستند، به فرمانداری یا استانداری شهر خود هجوم ببرند و آن را اشغال کنند و در صورت موفقیت از جنگ روانی رژیم نهراسند، پایداری کنند تا سرنگونی پایتخت به نتیجه برسند. همه کسانی که صدای ما را می شنوند باید 2 ساعت قبل از برنامه به دوستان خود اطلاع دهند، آنها را نیز دعوت کنند. شرکت کنندگان در این پیروزی با تقدیر و پاداش به خانه برمی گردند. کلیه شرکت کنندگان بدانند که باید آمادگی داشته باشد، که باید تا سرنگونی کامل در اختیار گروه باشند، حتی اگر چند روز به طول بیانجامد. استاد، من نگران شما هستم که مسئله نیستش. این عین اعلامیه رو براتون خوندم. من به شما دارم میگم، من خبر رسونی میکنم، اما من فکر میکنم غلط یا درست قضاوتش با شماست. اصراری ندارم که این چیزی که من فکر میکنم شما تعقیب کنید و حتما قبول بکنید. من فکر میکنم به 1000 نفر حمله میکنن، به 2000 نفر حمله میکنن، به 5000 نفر حمله میکنن، به 100000 نفر کسی نمیتونه حمله کنه.
کشوری که قابل انفجاره. ببینید اینا رو هیچ کدوم نمیگم تشویقتون کنم برید، هیچ کدوم مطلقا اینه نمیگم. من میگم که اگر حتی اینا وجود نداشته باشن، حتی اینا مأمور دولت باشن، از این بالاتر که نیستش که، یک باره 100,000 نفر تو اونجا جمع بشه، چه اتفاقی میفته؟ شاید خواب و خیال من میبینم، هیچ وقت 100,000 نفر یه جا جمع نشن. شاید همه مردم ایران ترس داشته باشن از این ماجرا، شاید همه بخوان تو خونه هاشون بمونن، شاید خیلی شایدهای دیگه. من بیاد فکر کنید که من خوشبینانه دارم به مسئله نگاه میکنم، بیاد فکر کنید که شاید من گول یه چیزی رو خوردم. میگم همه دست بالاهاشو دارم میگم، اما باز فکر میکنم اگه 100,000 نفر اونجا یک بار جمع بشند، کسی قدرت مقابله باهاشون رو نداره. 100,000 نفر موجه، موجیست که هر چیزی رو خورد میکنه. قصه سعدی و اون امیر حاکم پادشاه، هر کسی که داشت میمرد، براتون بارها گفتم 5 تا پسر داشت. همه رو صدا کرد، گفت یه دونه تیر از تیردان در بیارید. یکی از پسرها گفت اینو بشکن، پسر شکستش. گفت 2 تا تیر در بیارید، گفت بشکن، فشاری آورد شکست. گفت 3 تا تیر در بیارید، نتونست، داد به برادری که گردن کلفتر بود، او شکست. تعداد تیرها رو برد بالا تا به جایی رسید که تمام زور این 5 نفر نمیتونست این تیر رو بشکنه. گفت ببینید فرزندان من، اگر با هم یکی بشید هیچ کسی نمیتونه کمر شما رو بشکنه، ولی دونه دونه به همون راحتی که تیر اول شکسته شد شکسته میشید. این نصایح ما داریم توی ادبیاتمون، بهش توجه نمی کنیم. می دونید چرا؟ برای اینکه کتاب نمی خونیم. من نمی دونم چند دقیقه دارم به پایان وقتم. یه مقداری کتاب آوردم اینجا، کلیات عبید زاکانی، بزرگترین طنز نویس ایران در 800 سال پیش، هم عصر حافظ. و آخرینش ایرج میرزا. ببینید دین چه به سرش آورده و چی گفته. بر سردر کاروان سرایی تصویر زنی به گل بریدند، یا به گچ بریدند. ارباب عمائم این خبر را از یه بابایی شنیدند، و که میان و جمع میشن و همه زندگی مردم رو به هم میزنند، که یه پیچه روی صورت این مجسمه بکشن، چون ایمان، خدا، محمد، علی، همش لنگش هوا شده و عمامه به سرا آمدن خدا رو حفظ کنند با یه تیکه گل. ستون دینت خراب نشه، بادی ازت خارج نشه. ستون دین خراب میشه با باد. نگاهی نو به اسلام. دکتر مسعود انصاری 11 کتاب داره.
هر چی راجع به اسلام میخوای بدونی از من نپرس، کتاب بخر. تو ایرانی اون همه وسیله واسط فراهم کردم، برو دانلود کن مجانی، مفتی بخور مفتی. ولی هی به من نگو اینجا کجاست اونجا کجاست، برو دنبالش خودت پیدا میکنی. درست مثل این که نوکر اینو چیز کردن، اجیر کردن. ای صبح آخه این سوالات چیه میکنی؟ برو کتاب بخون. من 28 سال 30 سال فریاد میزنم بخون بخون، باز اومده میگه نمیدونم ماریا قبطیه کی بوده، برو بخون. توی تمام کتابای شفا نوشته، تو تمام کتابای انصاری نوشته، کتابارم مجانی در اختیارت گذاشتن تو ایران، برو بخون. آی فاضلی از کجا من برم توی دزفول کتاب بخرم؟ سر پشت یه خود اونورتر میری طرف دست راست دست چپ در دوم. بابا یه خورده فکر کنید، یه خورده من معذرت میخوام، من راحت باید حرف بزنم، خود عقل پیدا کنید. من 30 سال از ایران بیرونم، تو تو دزفول من نشونه میخوای؟ دکتر محمد مصدق آسیب شناسی یک شکست از علی میرفطرس. کمیته 300 ببینید چه بلایی سر مردم میارن. یکی از بلاها همین است که الان روش نشستیم، افسانه سازی های الله از آقای مهدی شمشیری، ذوالقرنین، اصحاب کهف و داستان روح. ملاحظاتی در تاریخ ایران که فجایعی به نام اسلام یا با خود اسلام به سر فرزندان ایران اومده در طول تاریخ. زرتشت چه میگوید؟ هومر آبرامیان مدتی است غایب شده و نمیدونیم کجاست. 10 کتاب از شفا هست که 7 بسته بندی شده میاد با قیمت ارزون تر از کتاب های معمولی. مثلا ببینید این 1400 سال 2 با جلد نازک اینجوری میاد، اما توی اون با جلدهای زخیم میاد که بارها نشونتون دادم، دیگه کتابم نمیخرم بیارم اینجا به شما نشون بدم، اونم سرمایه گذاریه، میمونه رو دستم، باید نمیدونم چیکارش بکنم. قرآن را هر کجای دنیا هستید به فارسی بخونید، قرآن رو به فارسی بخونید. یارو الان میگه چرا با خدا بدی؟ قرآن رو به فارسی بخونید چرا با خدا بدی؟ اگه میخواید بدونید چی به ما گذشت توی 2 اولیه هجوم تازیان، 2 سکوت عبدالحسین زرینکوب رو بخونید. آخرین کتاب های شفایی کش افسانه آفرینشه که راجع به 4 کتاب سانسور شده صادق هدایت از اون اول گرفتاری زیاده. خوش به حال اونا که نمیخونن، خیالشون راحته. محمد رضا شاه پهلوی 3 کتاب نوشته، پاسخ به تاریخ، به سوی تمدن بزرگ، مأموریت برای وطنم. این وصیت نامه محمد رضا شاهه، به فارسی و انگلیسی هم وجود داره. شهبانو فرح کتابی داره به نام کهندیارا به فارسی و به انگلیسی هم هست، خاطرات شهبانو فرح. شاهزاده رضا پهلوی یک کتابی داره به نام آینده مردم سالاری، نسیم دگرگونی. و شاپور غلامرضا یک کتابی داره به نام خاطرات بالاحضرت شاپور غلامرضا. کتابی است که خاندان پهلوی تمامو براتون گفتم، هر کدومو دلتون بخواد
کتاب غلامرضا به خصوص تاریخه، کتاب شعبانو فرن، این کتاب وصیت‌نامه محمد رضا شاهه، برای اینکه بشناسیم طرفو و بتونیم قضاوت کنیم این کتاب یا به سوی تمدن بزرگ، این دوتا رو باید حتما خوند. آقای محمد مجزا کتابی داره به نام گوشه های نادیده یا فراموش شده از محمد مصدق. این کتاب من جمع آوری کردم به اسم داستان ها و قصص قرآن. دوست عزیزی همه زحمات رو کشید و بنده چاپش کردم. این کتاب در سال 1111 و 1145 چاپ شد. یه نسخه به دست من رسید، تجدید چاپ کردم، خاندان نوبختی، که ببینید امام زمان چجوری با آب و گل ساخته شد. آقای مهدی شمشیری در 12 تا کتاب داره، آقای هوشنگ معین‌زاده 6 تا کتاب داره و رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org، تمام این کتاب ها رو به شما معرفی میکنه. رو سایت میتونید بخرید، به من میتونید تلفن کنید. خاک ناسپاس شامل 10 فیلمه: میراستاران کوروش، شعله های پارس، از قاجار تا خمینی، باد سبا، دو پادشاه، یک سرنوشت، تاج گذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشن های 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح. این 60 دلاره به اضافه قیمتش توی سایت 50 دلاره، ولی تموم شد دیگه 60 دلار. یه اونای دو تاییه بعد گرونتر بخرم، اون وقت که 50 دلار بود همون 50 دلار بهتون میدادم. بهترین های ناصر ملک مطیعی، بهترین های فروین، بهترین های بهروز وثوقی، بهترین های گوگوش، بهترین های وحدت و ارحام صدر توی یک بسته‌بندی همش میاد، هفتاییه، و بهترین های صمد. اینها 7 تا فیلم با بسته‌بندی عالی 100 دلار و ایتالیا ایتالیا هست، 3 تا نوار توش 50 دلار قیمتشه. دایجان ناپلئون 8 نوار توشه، همون قیمتش 100 دلاره. این دیگه از این تلگرافی تر نمیتونستم براتون بگم، ساعتم هم تموم شده. ایران و ارمنستان در گذرگاه تاریخ، پروازی بر بام حقیقت رفیع، دکتر جوزف ملیک حسپیان، تازیان ریشه های کشتارگری از دکتر حسن رهنوردی. دو تا کتاب هست بهتون توصیه میکنم، 3 تا کتاب: 23 سال علی دشتی، علی نماد شیعه‌گری از آلای دالفک، و کتاب محمد، شرح حال و زندگانی محمد از شمیم الرشدیه با همکاری نادر کوشا. خیلی توصیه میکنم این 3 کتاب رو بخونید. تا دوشنبه صبح خیرت نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم.